خب بریم سراغ مثال 12 از مبحث دستگاه مختصات قطبی. دستگاه مختصات قطبی، فرض کنی به شما گفتن که ایگرگ مساوی با رادیکال 3x هست. رادیکال 3x در واقع این نمایش منحنی شما هست در دستگاه مختصات دکارتی. میخوام ببینم که این منحنی نمایشش در دستگاه مختصات قطبی به چه شکل میشه. در دستگاه مختصات قطبی من این رو به چه شکلی میتونم نمایش بدم؟ قبل از اینکه بپردازم به حل مسئله، اجازه میخوام که در واقع اینجا یه موضوعی رو با هم مرور بکنه. خب اگر شما یک منحنی رو ضابطه شو داشتید در دستگاه مختصات دکارتی و به شما گفتن که اینو تبدیل بکنید به فرمت قطبی، فقط و فقط کافیه که هر جایی که x دیدی اینجا، این x رو تبدیل بکنی به چی؟ r کوسینوس تتا. هر جا y رو دیدی اینو تبدیل بکنی به چی؟ r سینوس تتا. و هر جایی که x2 به علاوه y2 دیدی اینو تبدیل بکنی به چی؟ r به توان 2. حالا با توجه به این فرض بریم در واقع مثال خودمون رو حل بکنیم. سولوشن، خب ضابطه من چیه؟ y مساوی با رادیکال 3x. قرار بر این شد که به جای y خودم r سینوس تتا بذارم، به جای x خودم هم r کوسینوس تتا. خب پس ضابطه رو بازنویسی میکنم. r سینوس تتای من برابر است با رادیکال 3 ضرب در r ضرب در کوسینوس تتا. این r از این سمت با این r از این سمت ساده میشه، بنابر این سینوس به سینوس تتا تقسیم بر کوسینوس تتا که میشه تانژانت تتای من برابر میشه با رادیکال 3. حل این عبارت میشه چی؟ احسن، تتا مساوی با پی سوم و تمام. بنابراین معادل ایگرگ مساوی رادیکال 3x در مختصات قطبی برابر خواهد بود با تتا مساوی با پی سوم و تمام.